چرا پس از سرکوب و آتش زدن خیمه های کشاورزان اصفهان ناگهان صحبت از طرح ضربتی و حل مشکلات کشاورزان شد؟ تصویب طرح ضربتی کوتاه مدت برای حل مشکلات آب 4 استان که به ریاست معاون اول رئیس جمهور. اگر دقت کنیم میبینیم خیلی هم کوتاه مدت و ضربتی نیست. صنایع استان و استانهایی که در واقع توی این منطقه واقع شدن، به ویژه در استان اصفهان، مکلفند که طی 2 الی 3 سال بتونن آب مورد نیاز خودشون رو تأمین بکنن از آب. مدیر عامل شرکت آب منطقه استان اصفهان هم گفت برای زاینده رود راه حل درمان فوری وجود ندارد. استاندار سابق اصفهان ضمن ابراز نگرانی از پاسخ آتشین مردم گفت این برخورد با معترضان اشتباه بسیار بزرگی بود. نمیدانم چرا آقایان دست به این اقدام زدند. شاید تصورشان بر این بود که با این کار دامنه اعتراضات به دیگر استانها کشیده نشده یا اجتماعات استمرار پیدا نکنند. یه روز در خوزستان هست، روزی در چهارمحال هست، امروز در اصفهان هست، فردا در یزد هست و به همین ترتیب به شکل زنجیروار این مشکل داره خود. راستی منظور از طرح کوتاه مدت برای حل مشکلات آب چه بود؟ من از سمت شهرکرد به سمت اصفهان حرکت میکردم، از یکی از مامورا پرسیدم چه خبره؟ گفت هیچ، اینا میترسن یه اسلحه چیزی از چهارمحال بره سمت اصفهان بیفته دست این شورشی ها. من بهش گفتم شورشی؟ آخه تا کی؟ مردم ناراضی هن از این حکومت، از این رژیم. چقدر دروغ، چقدر وعده وعید، هر شب داریم دروغ میشنویم و کشتا کشتا را میندازن، قتل عام میکنن، ظلم پایدار نمیمونه، در همیشه رو پایه پاشته نمیچرخه. اون روز وای به حال تک به تک شماهایی که الان از این مردم خودتون رو دور نگه داشتین، فکر میکنین تافته جدا بافته این. من یکی از کانونهای شورشی هستم، حمایت خودم رو از مردم اصفهان اعلام کنم از همینجا. این قیام ادامه داره تا آزادی.